دلیل اینکه ما دوتایی اومدیم این که بود که میتونستیم پشتیبان هم باشیم. وقتی که یه چوب رو بخوای بشکنی راحت میشکنه، ولی وقتی که مثلا چند تا چوب یا دو تا چوب رو با هم بشکنی خیلی شکستنش خیلی سخته. و من اصلیتم افغانی هستم ولی توی ایران زندگی میکردم، اونجا بزرگ شدم. یه کارت داشتم که میتونستم فقط اونجا زندگی کنم، نمیتونستم. برای اینکه بری دانشگاه اول باید که به اسم خودت باشه، مثلا خیلی سخته، باید پاسپورت داشت. اما توی مدرسه یا وقتی که بیرون میرفتیم همه به چشم یه آدم معمولی به آدم نگاه نمی کنن، به چشم یه افغانی نگاه میکنن و بچه هایی که همسن خودمون هستن به آدم توهین میکنن، میگن افغانی. تصمیم گرفتیم بیایم اروپا، هم برای تحصیل بهتر و هیچ مشغله ای نداشته باشیم. میخوام در آینده دکتر بشم، چون که یه دکتر میتونه به همه درد و ازشون دور کنه. از وقتی که حرکت کردیم من و خواهرم بودیم، یعنی دو تا دختر تنها، اینکه ما زنده میرسیم یا نه، و بیشتر با خانواده حرکت میکنیم برای اسکا سرمیت از ترکیه تا یونان. یک همسفر با ما بود که اونو برادر صدا میکردم و به ما چشم تیز کنن. میخوام برم اتریش. برادر من نزدیک 6 و 7 ساله که اونجا زندگی میکنه و اقامت اونجا رو داره. وقتی که مثلا اینجا، با اینکه برای من یک کشور غریبه، ولی وقتی توی خیابونش قدم میزنم احساس امنیت میکنم. و اینکه از خیابون رد میشیم هر چی دوست دارم میپوشم. دیگه مثلا مثل ایران اونجا اجباری روی ما نیست که حتما باید روسری سر کنی یا چادر. در واقع ما افغان‌ها آدم‌های بی‌آزاری هستیم و فقط برای پیشرفت و تحصیل به اروپا می‌آییم.